بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. از جمله واژه ها و کلماتی که در زندگی ما در حقیقت بار مثبتی داره و روح خاصی به زندگی ما میده و باعث خوشبینی میشه کلمه امیده. و کلمه امید در زندگی ما شاید به کثرت اونو بشنویم و لمسش بکنیم. به خداوند امید داشته باش، امید تو از دست نده. اینها جملاتی هستند که ما در مورد این واژه و شبیه اونو میشنویم. و در حقیقت امید مفهومیه و حقیقتیه که ما رو، چرخ زندگی ما رو به جلو حرکت میده و جامعه رو در همه زمینه ها به سمت جلو سوق میده. یعنی صنعت جامعه، اقتصاد جامعه، اخلاق جامعه و ارزش‌های جامعه و همه اونها با امیده که قوت پیدا می‌کنه و با امیده که به جلو حرکت می‌کنه، حتی در بدترین تنگناها، حتی در بدترین شرایط، حتی که وقتی که انسان به این مرحله میرسه که فکر می‌کنه دیگه همه درها به سویش بسته شده و به بن‌بست رسیده، این امیده که اونو دوباره بلند میکنه و این امیده که به اون روح تازه ای میبخشه و باعث میشه که باری دیگه حرکت بکنه و سعی و تلاش بکنه. ما در این برنامه میخواهیم به موضوع امید به خدا بپردازیم و اینکه در قرآن کریم از اون چگونه تعبیر شده و فرق میان ترس و امید چیه، امید با آرزو چیه تفاوتی داره و به چه انسانی میشه گفت امیدوار و امید به خداوند چه مفهومی داره. و همه اینها موضوعات یا مسائلی هستند که ما در این برنامه با اونها خواهیم پرداخت. در خدمت کارشناسان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر حبیب الله ضیایی و استاد سید منصور حسینی هستیم. خیلی خوش آمدید. دکتر، از شما آغاز میکنیم. این که امید دکتر در قرآن کریم به چه معانی اومده یا اینکه چگونه به تصویر کشیده شده و مطرح شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم و عرض سلام و ادب خدمت استاد محترم جناب آقای حسینی و برادر عزیزمون آقای صلاح عزیز و صلاح اسماعیلی، بحث امید در زندگی و فعالیت‌های روزمره، همونطوری که در جلسات قبل هم در ارتباط در زمینه مسائلی که در زمینه خوف مطرح کردیم گفتیم، یکی از مهمترین عوامل و محرکات ادامه فعالیت و حرکت در زندگی هست. ما همیشه در زندگی خودمون فعالیت‌های متعددی در زمینه‌های مختلف داریم. بله. و بر اساس نگاهمون به آینده هست که این کار رو انجام میدیم. دانش آموز درس میخونه به امید اینکه یه کاری بشه. بله. کشاورز بعضی رو میکاره به امید این که نتیجه بده. به همین صورت هر فعالیت و هر حرکتی به امید یک نتیجه هست. ما در ضمن باورهای دینی خودمون این انگیزه رو بسیار عمیق‌تر، بسیار وسیع‌تر و آگاهانه تر باش آشنا میشیم و اون جایی هست که با پروردگار متعال آشنا میشیم یا بگیم معرفت حاصل میکنیم و این شناخت پروردگار متعال، صفات و کمال و جمال و جلال الهی پوششی داره که اون پوشش رحمتش هست وسعت کل شیء و رحمتش بر هر چیزی غالب است. رحمتی وسعت کل شیء. بله. این رحمتی که بر کل شیء غالب هست، در هر چیزی نمودار هست. همه چیزو تحت پوشش خودش قرار داده. تحت پوشش خودش قرار داده. بله.
و سبحان الله قرآن کریم و کلن دین، دین خودش مصادیقی از مصادیق رحمت پروردگار هست و نام الهی با رحمت شروع میشه، رحمان و رحیم، و دو تا صفتی که از یک اصل نشأت گرفته هست ولی دو بعد متعدد این اصل رو برامون بیانگر هست. این باور و این اندیشه و این تفکر در حرکت و فعالیت و نگاهمون به نتایج و عاقبت‌های بسیار دورتر از اون چه که ما نزدیک بهش اهمیت میدیم، نقش بسیار بسیار اساسی و بنیادین و محوری در زندگیمون داره که مختصرا میتونیم بگیم که امید بسته‌ای هست یا انگیزه‌ای هست در زمین انگیزه هایی که فعالیت مثبت انسان مسلمان رو به طور جامع و شامل در بر میگیره و در تعبیر قرآنی به طور مختصر میگه ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن، پس زمینه امید تلاش و حرکت، تمام این فعالیت ها ابتدا اسباب همه چی رو بریدن به امید و ال به امید آخر. رحمت خدا جهاد کردن، قربانی دادن به امید آخرت. در فکر و اندیشه ای داره که سالهای سال کل جامعه درش غرق هست ولی بهش میگیم شرک هست، پذیرفته در داخل یک خانواده ای که هر غرق در شرک هست به امید این که الله متعال رحمتش رو نصیبش بکنه، میبره همه چیز رو و میشکنه کل این صدها رو و اعلان موحد شدن رو میکنه همشون به امید، و نصرت میدن، هجرت میکنن، صحابه زندگیشون همشون برامون نمونه هست. تمام این بسته فعالیت هایی که افتخار آفرین در تاریخ اسلام شمرده میشه فقط یک موضوع مهم پشت سر قضیه بارز دیده میشه و اون اولایی که یرجون رحمت الله، یرجون رحمت. اینا نه در پی شغل بودن، نه در پی کسب بودن، نه در پی میلیارد ها میلیاردی که امروزه به جیب میزنن با از موقعیت های شغلی که به دست میارن، از موقعیت های نمیدونم مذهبی که دارن، عشر و نمیدونم صدقات و ربع و خمس و امثال اینها، نه تنها چیزی رو به دست نیاوردن بلکه هر چی داشتن در راه الله دادن. یک ابوبکر صدیقی هست که در هر جایی که از تاریخ فداکاری نگاهی میندازیم اثر فداکاریشون رو از مال و از جان مشاهده میکنیم رضی الله عنه. در انتها در وفاتش میبینیم که کفنی داره که پاشو میبوشنن، سرش اوریان میمونه و سرش میبوشنن پاش اوریان میمونه. اولایی که یرجونه رحمت الله. اینا جنگ سر قدرت نداشتن، اینا جنگ سر منصب و پست و مقام نبودن. اینها اینا ما هستیم که متاسفانه دین رو به این صورت داریم معرفی میکنیم. اونها دین رو اگر به این خلوص و رحمت الهی، امید به رحمت الهی نهی بود، با پای پیاده این دین رو به دورترین نقطه های این کره خاکی نمیرسوند. پس میتونیم بگیم که اولایی که یرجون رحمت الله، رحمت یا امید به رحمت الهی، شناخت رحمت الهی، شناخت الله متعال، ایمان به آخرت، همه اینها حرکت فعالیتی رو در انسان ایجاد میکنه، عشق و علاقه به نتیجه ای رو در انسان ایجاد میکنه که نمیشه به هیچ عنوان هیچ عامل به انگیزه ای رو با این مقایسه کرد. بله، در حقیقت امیدی که استاد حسینی دکتر به اون اشاره کردن در زندگی انسان مؤمن و اون طوری که قرآن کریم هم اونو معرفی کرده اینی که انسان به رحمت الهی امیدوار باشه و اینکه تمام فعالیت هایی میکنه، حرکت هایی که میکنه، حتی برای دین خدا فداکاری هایی که میکنه، جانفشانی هایی که میکنه، از خیلی چیزهاش میگذره و خیلی سختی ها و مصیبت ها رو در این دنیا تحمل میکنه، خیلی محرومیت ها رو به جان میخره به امید رحمت خداوند، به امید اینکه پاداش الهی گیرش بیاد، یا حتی چه بسا این امیدش هم به اینکه الله اونو در این دنیا هم عزت و سربلندی به اون بده، و امیدی که مؤمنان حتی دارن به این که الله اونها را سربلند میکنه، این که الله
بالاخره ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اونجور که خداوند میگه این بندگان نیکوکار منن که سرانجام این زمین رو به ارث میبرن و از آن اونها میشه. در مفهوم امید استاد حسینی، آیا باید ما انسانو بترسونیم یا اینو بگیم چه وقت باید یک شخصو ترسون و چه موقع باید اونو امیدوارش کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت امید از نیروها و موتورهای مثبتی است که اسلام بر روی اون کار کرده، همون گونه که خود خوف هم از نیروهای مثبت هست، یعنی میخواد انسانو به مثبت نگری وادارد، نه منفی نگری، خوشبین باشد، خوشبین، خوش عمل کند، خوش فکر کند، خوش بگوید. اینها همه بحث امید هست. در بحث خوف هم که صحبت کردیم در برنامه گذشته، هم در حقیقت خوف هم از نیروهای مثبت هست که به انسان خط سیر میدهد، نه اینکه انسانو باز بدارد. باز دارنده نیست که انسانو منحرف کنه یا بخواد در یک جا بزنه، بلکه نیروی مثبت است. حالا این نیروی مثبت شما در خلال زندگی خودتون بایستی بر اساس این امیدو داشته باشید. بله. پس این قاعده کلی است که اسلام همیشه میخواد که یک انسان، یک بنده مؤمن مثبت نگر باشد، مثبت عمل کند و یک عضو مثبت هم در جامعه باشد. حالا امید داره به رحمت خدا، امید داره که حسن خاتمه داشته باشه، امید دارد که موفق بشود در انجام کارهای صالح، امید دارد که در بین بندگان خدا به عنوان یک انسان خوب شناخته شود، ذریه او امید دارد که حفظ شود. پس در حقیقت امید خودش یکی از مقامات بندگی است و گفتیم که مقامات یعنی جایی که انسان باید در اون بمونه، ماندگار باشد، نه اینکه گذرا باشه، یک حالتی بهش دست بده، حالت امیدی و بعد برود. یعنی جز یک خلق و خوی پایدار و همیشگی باشه، یک سالک الالله باشد، کسی که به سوی خدا داره میره بایست این خوشبینی داشته باشه، امید داشته باشه. اون همونطور که در آیه دکتر زیا اشاره کردن، نکنید اونها چه کارهایی انجام دادن، چه کارهای مثبتی که بعد امیدوار به رحمت خدا هستن. یعنی این کارها انسان امیدوار میکنه به رحمت خدا، دنبال رحمت خدا هستی، این کارها رو انجام بده. ایمان، عمل صالح، جهاد هست، هجرت هست، همه اینها کارهایی است که انسان رو امیدوار میکنه به رحمت خدا، چون امید داره به رحمت خدا این کارها رو انجام میده. حالا در برخورد با انسان ها، خب کسی که خودش اهل دین و تقواست، خب با توجه به این سیر و سلوکی که داره، بحث خوف داره، بحث رجا داره که جای خودش. حالا یکی انسان داره ناامید شده باشه از رحمت خدا، میگیم اینجا بهش امیدواری میدیم، امیدوارش میدی به رحمت خدا که خدا درش بر روی تو بازه، چرا ناامید شدی؟ اگه اینجا شکست خوردی، معناش این نیست که دیگه انسان تموم شد، حرکت کن، همیشه تمومه. آره، چرا اینقدر ناامیدی نکوهش شده؟ چون باعث میشه که انسان از خدا ببرد، باعث میشه که انسان بر شیطان، بر انسان تسلط پیدا کند. در این حدیث میخونیم که میگه وقتی کاری میخوای انجام بدی، اول خوب فکر کن، مشورت بکن، بعد دعا کن، بعد اگه دیدی که موفق نشدی، نگو که لو، اگر این کار کنم، اگر، چون این اگرها دروازه شیطان رو باز میکنه بروی. در شیطان رو انسان باز میکنه، ناامید میشه، میاد خودش رو سرزنش کردن، چرا این کار کردم، و حتی در نهایت امکان داره از خدا ناامید بشه. بله. به خدا بدبین بشود. بلکه میگه بعد از این کارو کردین موفق نشدین، میگه که خب مشیت خدا بود، خدا مقدر نکرده بود. معناش این نیست که چون وقتی گفتی لو تو را زمینگیر میکنه. میگه زمینگیر نشو، حرکت کن. بله. اینجا دری بسته شد، در دیگه خدا رو باز میکنه. در امید و بر خودت نمند. در امید، آره. در امید هیچ بار میگه خودت باز نکن. چه انسانی که گناهکار هست، چه انسانی که موفق نشده در زندگیش، شکست خورده. شکست به معنای از بین رفتن انسان نیست، شکست در حقیقت میشه پیروزی قرار داد. بله. وقتی انسان امیدوار باشه، چون یک هدفی داره، امید داره که به هدفش برسد، شکست هم بخوره، مثل یه بچه کوچیکی که میخواد راه رفتن یاد بگیره، هی میفته بلند میشه، میفته بلند میشه، دست به دیوار میگیره تا اینکه راه رفتن یاد میگیره.
امیدوار هست که به اون وقت پدر مادر هم امیدوار هستن که فرزندشون راه بیفته، خوشحال میشن، بلند میشه، میسه بچه‌شون. به همین جهت در زندگی انسان اگر امیدو از دست بدهد دیگه هیچی. و حتی مقوله قشنگی هست ساسینی که ضرباتی که تو رو زمینگیر نکنه، یعنی اگه این ضرباتی که تو زندگی به تو وارد میشه اگر باعث ناامیدی تو نشه و تو رو زمینگیر نکنه، تو رو قوی تر خواهد کرد. و همیشه خداوند ضربه هم که بندش وارد میکنه برای بازگشتن هست. تلنگوریه برای ما. تلنگوریست. لعلهم یرجعون. همون سیلی مهربانی که ما در بس محبت بهش اشاره کردیم. سیلی مهربانی است که حقیقتاً هم که این سیلی ها به انسان زده می شود که اونو بیدارش کنه. کسی که خوابش میاد یک کمی آب روش سر صورتش میریزی، یه سودی هم میزنی که مواظب خودت باش. که بیدار بشه. بیدار به خودش بیاد. آره. اینجاست که این مشکلات و سختی ها بایستی ما از اون استفاده درست کنیم. ناامید نشدیم. حالا اما کسی انسانی که به خودش مغرور هست، کسی که غره رفته یا غرق در گناه هست دیگه، اینجا بایستی امیدوار کردنش دیگه معنی نداره. یه انسانی که اینقدر مغرور هست میگه که انما اوتیتو علی علم، فرعون صفت، هارون صفت، مال خودم، قارون صفت باشه، بله من هر چیز خودم دارم، خدا رو فراموش میکنه در اینجا، تلاش خودم به دست آورد، فضل خدا رو بر خودش فراموش میکنه، میگه که خب این خدا این لطفش رو شامل من کرده. بله. وقتی که این گونه انسان باشه دیگه همون گونه شما در خیالش میگید که لا تفرح، خوشحال نشو، خدا خوشحال شو. اینهایی که به ناحق خوشحال این گونه خوشحالی میکنن دوست ندارد. از عذاب خدا بترس، از عذاب خدا بترس، به بندگان خدا خوبی کن، اینها از خداست، خدا به تو داده، اگه قدرتی دادی خدا بهت داده. خب پس از این اسلوب انسان وارد میشود، نه اینکه وارد اسلوب امیدواری، بلکه اینجاست که پس امید و ترس یعنی به جای خودش باید جای خودش هست در طول در مورد مردم یا در مورد انسان‌های دیگه. وقتی ما می‌خوایم این مفهوم رو به کار ببریم یا اونها رو به این مفاهیم فرا بخونیم، به فراخور وضعیتی که در اون قرار دارن کاملا درست، ما اونها رو یا به میترسونیمشون یا امیدوارشون میکنیم. بله کاملا درست. سازی های مفهوم دیگه که در اینجا هست در بحث امید، تفاوت میان امید و آرزو یا در عربی بهش میگن تمنا و تمنی، که انسان حالا یک بحث امید داریم، امیدواری، یک بحثی آرزو، حالا در فارسی شاید معادلش رو بگیم آرزو. چه تفاوتی میان این دوتا میتونیم قائل بشیم؟ امید در نگاه انسان به عاقبت و نهایت عمل کردی هست که داره انجام میده، اما آرزو تمنایی هست که در دل وجود داره بدون عمل کرد و بدون هیچ گونه تلاش و کوشش مطابق با اون. و تمنا اومن بر زبان میاد حد اکثرش، بله در دل پرورش داده میشه و بر زبان میاد. اما امید پیرو به یک عمل و فعالیت شکل میگیره. شما یک کار رو انجام میدید به امید این چیز، یک عملی رو اقدام میکنید به امید این نتیجه، یعنی در حقیقت شما دارید حرکت میکنید، تلاش میکنید، در تکاپو هستید، اما به نتیجه امیدوارید. نتیجه امیدوارید. اون چیزی که به عنوان نتیجه تلقی میشه در قالب امید در قلب انسان هدف شمرده میشه. نتایج فعالیت ها، فعالیت های مثبت در شکل یک بسته به عنوان امید هدف قرار داده میشه و حرکت انسان رو استمرار میده به سمت رسیدن به اون هدف. و به هر اندازه این امید قوتی بیشتری داشته باشه، از توکل و اعتماد بالاتری برخوردار باشه، در تحریک انسان و در استقامت بر مسیر برای رسیدن به هدف بیشتر میتونه مؤثر واقع بشه. ناگفته نمونه در این میان که بحث رسالت انبیا دو وجه متقابل همراه با هم رو همیشه داره. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بله با بشارت و هشدار دهندگی.
تبشیر در واقع امید بخش هست، یعنی همون نتایجی هست که حیثیت امید رو در انسان میاره بالا و امیدوار میکنه انسان رو. و همیشه بشارت بر هشدار مقدم اکثرا میاد، مگر در مواردی که فرد در اوج طغیان هست و نیاز قوی به هشدار دادن داره. هشدار ولی در عین حال در عین حال باز هم بحث هشدار دهندگی در طغیانگر هم گاهی مؤثر واقع نمیشه، بخش امیدوار کننده بیشتر میتونه نرمش بکنه. اذهب الى فرعون انه تقى فقل له قولا لینا قل هل لك ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. یعنی بحث بشارتش میده، در این حال انذارش میده تا اینکه خشیت درش پدید بیاد. هر دو موضوع درش یک جا و موازی میاد. انشالله که در این باب بتونی بیشتر صحبتایی که لازم هست رو خدمتتون عزیز بکنیم. بله، تشکر دکتر. میگن عزیز میان برنامه رو با هم میبینیم و باز میگردیم. از شوق و ذوق آیه ها دیشب نشستم گوشه ای، اشکم چکید بر گونه ام، یارب ندارم توشه ای. با گریه های نیم شب، با کول باری از گناه، آمد به سویت بندت با ذکر و یاد و عشق و آه. اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی يا غفور، اغفر ذنوبي يا غفور. شرمنده ام يا رب ببخش، قلب و دلم تیره شده، بر باب رحمت ای خدا، چشمان من خیره شده. در دام شیطان و هوس افتادم و غافل شدم، در اوج عصیان و گناه از یاد تو غافل شدم. اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور. با عرض سلام دوباره دکتر، در بحث امید و آرزو، حالا قبل از میان برنامه ما به اون پرداختیم و تفاوت بین امید و آرزو، اینطوری که شما فرمودید امید تفاوتش با آرزو اینه که امید با عملگرایی همراهه و اینکه انسان اسباب استفاده میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، حرکت میکنه، اما به نتیجه امیدواره. و در مقابل آرزو یک فقط خواسته ذهنیه و چه بسا این خواسته به عمل تبدیل نشه و انسان برای اون گرفتن نتیجه هیچ تلاشی نکنه. مثل دانش آموزی مثلا که امیدوار به قبول شدن هست، به این که در کنکور موفق بشه، به این که به دانشگاه را پیدا بکنه، اما درس نمیخونه. اینو میشه گفت آرزو، تمنای بدون امید، یعنی امید واقعی این نیست. یا کسی که کشاورزی که بذر رو میکاره اما از اون نگهداری نمیکنه، به اون رسیدگی نمیکنه، از کود مناسب استفاده نمیکنه و اونو به حال خودش رها میکنه، این هم تقریبا میتونیم بگیم مجرد تمنا هست. اما در میادین دعوت دکتر، یکی از قضایایی که وجود داره حالا در میان دعوتگران، گاه ما اینو میشنویم که گاهی وقتا این روحیه خوشبینی دکتر وجود داره، یعنی وقتی که حالا خیلی ها رو میبینیم با اینکه میدان فراهمه، با این که شخص استعدادشو داره، تواناییشو داره، توانمندیشو داره برای این که حرکت بکنه، برای این که
دعوت بده برای اینکه بیا تو میدان تغییری ایجاد بکنه، علمشو داره. اما گاه مواجه فقط با مجرد خوشبینی ما میشیم که این اشخاص فقط یعنی میگن که نه همه چیز خوب داره پیش میره، همه چیز به خیره، ما غالبیم و ما امت برتریم و بالاخره عاقبت با ماست. با این که حرکتی برای تغییر اوضاع انجام داده نمیشه، چطور میتونیم اینو ربط بدیم به این مفهوم تفاوت میان امید و آرزو دکتر در میدان دعوت؟ دقیقاً جا نکته جالبی گفتید که واقعا که بحث اختلافی که بین دو موضوع وجود داره در ضمن دعوت دینی هم موضوع کاملا رعایت شده هست. به این معنا که وقتی که بحث بشارت بیاد پیش میاد، فقط عرض نتایج بدون رایی که به اون نتایج رسیده میشه در قرآن نیست. هر جا ما بحث مثلا جنت رو داریم، خود جنت امید وارکننده هست و عاقبت سویی که جهنم باشه هشدار دهنده هست، اون خوف رو ایجاد میکنه و این امید رو پدید میاره. ولی در هر جایی که این دو موضوع مطرح هست، در ضمن یک بسته ای از وظایف شرعی مطرح هست که این راه رو برید اینجا کشیده میشه و این راه رو برید اینجا کشیده میشه. فقط مجرد خالی از عمل بشارت به جنت داده نشده و هشدار جهنم داده نشده، بلکه در قالب در ضمن یک حرکت و فعالیت معین داره بشارت داده میشه یا هشدار داده میشه. یا همون آیه که دکتر شما تلاوت فرمودید، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. یعنی حرکت، ایمان آورده و هجرت کرده و جهاد انجام داده، یعنی یک حرکت و تکاپو، یک تلاشی انجام داده، بعد میاد امیدوار به رحمت خدا میشه. اینو شما میخواید بهمون؟ دقیقاً اصل قضیه اینجاست. آیات مختلفی در قرآن بحث این موضوع رو در قالب‌های مختلفی از عمل کرد به ما نشون میده. اما هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یرجو رحمت ربه یخشون ربهم. این در چه قالبی هست؟ قانت هست، آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت، یحذر الاخره خوف هست، یرجو رحمت ربه امید هست. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آگاهی هست، علم هست، خشیتی هست که بر بنای آگاهی هست. هیچگاه خالی از لا حول ولا قوه الا بالله، هیچگاه بدون عمل مطلبی رو به عنوان امید مطرح نکرده شده در دین، تا اینکه فرد با تمنا برای خودش برنامه‌ریزی نکنه. در ارتباط با اهل کتاب قرآن کریم میاد و منهم امیون لا يعلمون سوره بقره میاد کتاب الا امانی الا امانیه و انهم الا يظنون. اینا فقط یک سری آرزوهایی رو دارن. لن يدخل الجنه الا من كان هودا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يؤمن بالله ويعمل صالحا وما أسلم لله وجهه وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یه بحث دیگه دکتر در اینجا هم مطرح میشه، حالا ما چه بسا در جامعه خودمون اینو میبینیم، یا حالا اینکه در بعضی مثلا عقاید یا اینها به نوعی محبت آل بیت مطرح میشه و روی اون خیلی مانور داده میشه و اینکه ما محب اهل بیتیم و ما اهل بیت، اما گاه عقاید و سلوک و رفتاری دیده میشه که هیچ سنخیتی با اهل بیت نداره. یعنی اینو نمیشه گفت مجرد آرزو هست، کاملا خودش هست، خود این موضوع هست. قول این کنتم تحبون الله فتبعونی، ادعای اهل کتاب این همین موضوع بود. ادعای اهل کتاب همین بود که نحن ابناء الله و احباؤه، ما مقربه به خدا هستیم به خاطر اینکه فرزندان خدا، نه که معنی که ما اونا ادعا نمی‌کردن ما فرزند خدای حقیقی، اینا همشون مجازی بود که قرب به الله داریم چون پیرو کسی هستیم که اون فرد
اگر خدا نیست خدا جدا هم نیست. عیسی این اعتقاد رو داشتن. خب در این ارتباط تو قرآن تصحیح فکرشون و اعتقادشون. پس امید دکتر لب کلام اینه که امید باید با عملگرایی همراه باشه. با عمل چیزایی که خداوند ما رو گفته. شناخت خدا... راهی که انسان رو به نتایج مثبت میرسونه. ساسانی در مورد فضیلت‌ها و ارزش و جایگاهی که امید یا رجا در قرآن کریم داره، آیا چه آیاتی ما داریم یا چگونه به اون پرداخته شده؟ جایگاهی که رجا و مقام رجا، اینطور که شما فرمودید، اینها مقامات قلبی هستند که مؤمن باید داشته باشه، مثل امید و ترس و اینها. برای امید چه جایگاهی در نظر گرفته شده؟ بله، فقط در تکمیله سخنان امام دکتر، صحبت زیبایی است از یحیی بن معاذ که حقیقت یک جنبندی است از خلال آیات و صحبتهایی که شد. میگه که بزرگترین غرور، انسان چه وقتی مغرور هست که از اسباب درست استفاده نکنه اما آرزو داشته باشه که به این دست میره. میگه که از بزرگترین مغرور شدن اینه که انسان گناه انجام بده و اصرار کند بر گناه، بعد میگه که من امیدوارم به رحمت خدا. گناه میکنه، دست از گناه نمیکشم، میگه امیدوارم به رحمت خدا. میگه این بهش میگن غرور. و همچنین میگه که آرزو داره که متوقع هست، انتظار داره که در درگاه خدا قرب و منزلت داشته باشه بدون اینکه طاعات و عباداتی انجام بده. این هم غرور هست، مغرور شدن هست، فریب خوردن هست. و همچنین میگه که وانتظار و زرع الجنه ببذر النار، میگه میخواد در بهشت از باغهای بهشت و کشتزارهای بهش استفاده کنه اما بذر جهنمیه، بذر جهنمی کاشته. بله. و همچنین میگه که با طلب و دار المطیعین بالمعاصی، و میخواد به بهشت بره اما با گناهان. این انسان مغرور فریب خورده است. و همچنین انتظار الجزا بغیر عمل، طور که خداوند در مورد یهود فرمودن که گفتن ما میریم بهشت، نصرا گفتن ما میریم بهشت، خدا مرکن که لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب. میگه که میخواد بره به بهش اما بدون عمل، بعد آرزوشو داره. بله. و تمنی علی الله عز و جل مع الافراط، زیاده روی هم میکنه اما رو خدا هم آرزوها داره. و چه بسا منت هایی هم که بارده بر خدا بخواد بذاره که من این کارها رو انجام دادم. این در حقیقت سخن یحیی بن معاذ خلاصه بود از در حقیقت یا گرفته شده بود از احادیث و آیاتی که در این مورد هست. اما در مورد بله، در این میان سوسنی حسن بصری هم رحمه الله یک مقوله معروفی داره که شما میفرماید لیس الایمان بالتحلی، یا لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن الایمان ما وقر في القلب صدقه العمل. کاملا درست. بله، یعنی به همین مفهومی که شما اشاره کردید که ایمان فقط به امید و آرزو نیست، که اینکه انسان آرزو بکنه که حالا مؤمن باشه، آرزو بکنه که به بهشت بره، آرزو بکنه، یا مفهوم دیگه که الان به اینه تو جامعه ما میبینیم اساسینی، آیا میشه اینو به اینم رب بدیم که بعضیا میگن حالا خیلی خلاف ها را مرتکب میشه، میگه من دلم پاکه، دلم پاک، من دلم پاکه. این همین در قضیه آرزوها، ما وقت خداوند از اهل کتاب نقل کرد، رسول الله فرمودن که شما هم دوچار همین بیماری اهل کتاب میشید. اهل کتاب گفتن فقط ما بهشتی هستیم، الان مسلمان هم میگه من مسلمانم بهشت میرم دیگه، چون مسلمان میرم بهشت دیگه. الان بحث ایمان و عمل صالح نیست، فقط میگه چون از امت اسلامی هستم مثلا، یا چون سید هستم، چون مثلا محبت آل بیت دارم، محبت صحابه، خلاص محبت پیامبر دارم، میرم بهشت. خدا میفرمایند که بگو اگه واقعا راست میگی و اهل کتاب گفتن، خب آرزو مر کنید. بله. چرا خدا شما را با گناهانتون عذاب میده؟ خدا که کسی که دوستش داره بنده صالح خودش که عذابش نمیده. قل فلما یعذبکم بذنوبکم، چرا پس این بلاها، این ذلت ها و خاری ها شما داره؟ که میگی ما آدمای خوبیم، خوبی شما هستیم. که میگی ما آمادگی برای بله. دیدار خدا را داریم و ما بهترین ها هستیم، ما بهترین ها. چرا آرزوی مرگ نه؟ پس چرا برای مرگ آمادگی ندارید؟ و چرا خداوند این وضعیتی که الان ما داریم دچار ما کرده؟ بله. بله. خب جایگاه رجا و امید در قرآن کریم اساسینی، یعنی فضائلی که برای اون برشمرده شده و به اون اشاره شده، به چه مواردی میشه؟ بله. من به یکی دو تا از این موارد، چون طولانی است، اگه بخوام همه جواب بدم که طولانی میشه، دو تا از این موارد من
اشاره میکنم بعد دکتر زیام دی مشارکت داشته باشن در این. یکی اول این که امید همیشه از صفات بندگان شایسته خدا بوده، از انبیا امیدوار بودن به خدا، با اینکه خدا را میشناختن، با اینکه فرستاده خدا هستن، اما با این حال هیچ وقت قطع امید نمیکرد، یا اینکه خود را قطعا اهل بهش نمیدونستن. حضرت ابراهیم فرمود که والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کسی که طمع دارم، امید دارم که در روز قیامت گناهان منو ببخشد، امیدوار هست. بله. طمع داره، طمع یعنی که یک امیدی هست. ابراهیم علیه السلام که خدا فرمود که تو امام خواهی بود، بنده شایسته خدا، با این حال پس اینه که ما بایستی امیدوار باشیم به اینکه خدا ما را ببخشه. بله. مغرور نباشیم به اینکه نه خدا ما را میبخشه 100% ما بهشتی هستیم، و ناامید هم نشیم، بلکه امیدوار همراه با امید همراه با ترس. این چیزی که در مقامات هست. بعد مسئله دوم که صفتی است که انسان مؤمن رو از غیر مؤمن جدا میکنه، ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. اما فرق چیه؟ و ترجون من الله ما لا يرجون. شما اگه احساس درد نکنید، اونها هم احساس درد میکنن، اونها هم سختی ها در زندگی دارن، چه در بحث جنگ و جهاد است، چه در زندگی روزمره شون، چه در بیماری هایی که هست که باعث درد میشه. خب یکی امکان داره بیماری داره چندین وقت طولانی، امکان داره یک سال، دو سال، سه سال بیماری داره، خیلی براش دردآوره، زندگیش مختل کرده. خدا این آیه رو مدرک قرار میدیم در خودمون که اگه ما احساس درد میکنیم، اون دشمنان ما هم احساس درد میکنن، اما یه فرقی هست که ما امیدوار به رحمت خدا هستیم. و ترجون من الله ما لا یرجون، این یه قاعده کلی است. و سبحان الله، استاد حسینی حتی در میدان جهاد که ما نگاه میکنیم، حالا فکر کنم در جنگ، حالا در غزوه های رسول الله صلی الله علیه و آله، یکی از غزوه ها که مشرکین بالاخره سپاه اسلام بعضیا این فریاد رو سر دادن که الله مولانا ولا مولا لکم، تفاوت ما، جهاد ما و جنگ ما و پیکار ما با شما اینه که الله با ماست، الله یاور ماست، اما شما یاوری ندارید. بله بله، کاملا درسته. بله دکتر، چه جایگاه های دیگه برای امید در قرآن از اونها نام برده شده؟ یعنی منزلت امید، جایگاه امید، چه موارد دیگه در قرآن هست که میشه بهش پرداخت؟ امید در واقع بزرگترین و مهمترین اهمیتی که در زندگی انسان داره، بحث زنده نگه داشتن عاقبت و انتهایی هست که در بحث در آخرت برای انسان باید مد نظر قرار گرفته بشه. آیات مختلفی در این موضوع روش تأکید داره. ان الذين يرجون لقاء الله فان اجل الله لآت، لقاء الهی، يرجون رحمته ويخافون عذابه، رحمت الهی رو امیدوار هستن و به همین صورت از عذاب او حراس دارن. این تصور یا این دید یا این نگاه انسان به آخرت یک ویژگی بسیار زیبا و یک ویژگی بسیار مهمی رو در انسان پدید میاره، و اون تحرک در راستای نیکی و خیر هست و فعالیت در راستای به دست آوردن این نتایج بسیار مطلوب هست. در سوره کهف که سنت هم هست که ما روز جمعه شب و روز جمعه تلاوت کنیم، خاتمه ای داره که باز هم بحث امید رو در انسان بسیار زنده نگه میداره. اگرچه در ضمن سوره هم داستانهای زیادی هست که همه اینها امیدوار کننده هست، تا آخرین داستانی که حتی میرسیم به قضیه داستان ذوالقرنین که امید قومی رو بالاخره اونا رو میرسونه به نتیجه و از شر یک دشمن ظالم ستمگر اونا نجات میده، تا حتی داستان قصه فردی که جوانی که کشته شد
بازم امید پدر در اینجا وابسته ارتباط داره، والدین هست، تمام کل این داستان ها میارید همشون درش بسته امید وجود داره. خاتمه این سوره قل انما بشر انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. این وحی الهی که مختصر در این سوره میاد، میگه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بودت نتیجه‌ای که امید به بار میاره این هست که عمل صالح رو در انسان، انگیزه عمل صالح رو در انسان شدید میکنه و در مقابل اون ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در عبادت الله متعال احدی رو شریک، در اطاعت الله متعال عبادت الله متعال احدی رو شریک قرار نمیده. بینندگان با هم میان برنامه را میبینیم و باز میکرد. اغفر ذنوبی یا غفور، غرق گناه بودم ولی امشب به سویت آمدم. اغفر ذنوبی یا غفور، با آیه هایت آمدم. گفتم که من تنها شدم، گفتی که من هستم قریب. از رحمتت بر من ببخش، ای آشنای هر غریب. گفتم که من تنها شدم، گفتی که من هستم قریب. از رحمتت بر من ببخش، ای آشنای هر غریب. با توبه هایم آمدم، چشم انتظار رحمتت. این بنده عاصی خود، یا رب مران از درگهت. با توبه هایم آمدم، چشم انتظار رحمتت. این بنده عاصی خود، یا رب مران از درگهت. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، استاد قبل از میان برنامه ما در مورد آیاتی از قرآن کریم که فضایل و فواید امید رو بیان کرده و به جایگاه امید در حقیقت پرداخته در مورد اونها بحث کردیم. در سنت نبوی استاد حسینی چه احادیثی داریم که به جایگاه امید و فواید و ارزش‌های اون پرداخته؟ بله، در بحث امید، چون امید به الله باعث حسن ظن به الله هست در حقیقت، یا منشأ اون حسن ظن به الله خواهد بود که انسان به الله گمان زیبا و خوب داشته باشه. در حدیث قدسی داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله که الله سبحانه و تعالی فرمودند که انا عند ظن عبدی بی و انا معه، من اون گونه که بنده با من گمان داره همراهش هستم. این گمان خوب داره، خب خوب میبینه. این گمان بد به من داره، خب بد میبینه. اما اینجا صحبت از گمان خوب به الله هست، همون بحث امید هست که به الله داره. بعد بفرمایید و انا معه، من با او هستم. اگر منو یاد کنه یادش میکنم. در قلب با خودش تنهایی است، خب منم نزد خودم یادش میکنم. خب مقام خیلی بزرگی است که انسان در درگاه خدا یاد بشه. اگر در یک جمعی منو یاد کنه، منم در یک جمع یادش بهتر و جمع فرشتگان اونو یاد خواهم کرد. اگر یک وجب بیاد به طرف من، من یک ذرا به طرف، یک گز به طرف اومم. اگه آهسته بیاد من شتابان، اگه یک کمی شتابان بیاد من دوان به طرف. یعنی این که همیشه خداوند بنده را به سوی خودش وقت حرکت کرد میکشونه، اونو رها نمیکنه. این از حسن ظن نیست که انسان باید به خدا داشته باشه. وقتی حسن ظن داشته باشه، نگاه کنید، باعث میشه که انسان خدا را یاد کنه. به یاد خدا هست همیشه، خدا هم بیاد او خواهد بود.
در موقع همطور در حدیث هم که در موقع خوشی ها بیاد خدا باش، تو در موقع سختی ها هم خدا با تو باشه، بیاد تو باشه. الله فی الرخا یعرف که فی الشده، بله فی الشده. این یک از یک جنبه. پس این که حسن ظن باعث میشه که انسان مقام و منزلتش در درگاه خدا بالا برود، و همطور که اصلا خود سوء ظن هم خدا در جای دیگه اونا رو مورد مذمت قرار داده که گمان بد به خدا دادن، که بس دیگری است. نوعی ناامیدی است در حقیقت. ناامیدی است. یعنی حسن ظن نوعی امید به خداونده، بله. و سوء ظن نوعی ناامیدی به خداونده. و همش هم منشأش همطور که صحبت شد شناخت خداست. هر کس خدا رو بهتر بشناسد امیدوارتر به خداست و گمان بهتر به خدا داره. هر کس که خدا رو نشناسد به همین صورت. مسئله بعدی اینه که حسن ظن به خدا انسان وادار به توبه میکنه، بازگشت به سوی خدا میکنه. وقتی معتقد است که خب خدا منو میبخشد، ناامید نمیشه. معمولا انسان مؤمن عمدن گناه نمیکنه. این صفت مؤمن هست که در آیات قرآن هست که ولم یصروا علی ما فعلوا، یعنی فهم که به جهاله، یعنی که نفسشون برشون غالب میشه، شهوتشون برشون غالب میشه، مرتکب گناه میشن، بعد سریعا هم برمیگردن، اصرار نمیورزن بر گناه. بله. گمان به خدا داره، وقتی دوچار اشتباهی شد فوری برمیگرده. حتی اگر این گناه از او تکرار هم بشود اصرار نمیورزد، سری برمیگردد و امید دارد که خدا اونو ببخشه. همونطور که در حدیث داریم که وقتی که انسان گناهی کرد به سوی خدا بازگشت، گفت که یا رب ای پروردگارم مرا بیامرز، خداوند اونو میامرزد، چون میگه بنده ام به من امیدوار است، میدونه که یک پروردگاری داره که گناه رو میامرزد، به طرف اون بره برای آموزش گناهش. بله. بله. وقتی که انسان این دید داشته باشه، پس دید خدا به انسان هم بهتر خواهد بود، رحمت خدا بر انسان خواهد بود. سبحان الله، در سیره نبوی هم استاد حسینی، حالا در سنت هم یه چیز شبیه همین داریم که شخصی مریض شده بود و رسول الله صلی الله علیه و آله به او گفت که حالا یک لفظ که دال بر خوشبینی بود، گفت که خداوند طهور انشاءالله، خداوند باعث پاکی گناهانت بشه. اما اون در جواب گفت که یک الفاظی رو به کار بود که دلالت بر ناامیدی و یأس و یعنی گمان بد نسبت به خداوند داره، و گفت نه من پیری هستم، حالا من لفظ حدیث یادم نمیاد، که گفت نه این بر یک پیر که پیر و ناتوان شده یک بلا و مصیبت، یعنی اینجوری جواب رسول الله صلی الله علیه و آله داد. و رسول الله در جواب گفت پس همینه که خودت میخوای، درست، هر طور یعنی خودت بخوای، یعنی هر طوری تو گمانت همون جوری که شما میفرمایید گمانت نسبت به خداوند باشه، همون جور هم چه بسا با تو رفتار خواهد شد. بله بله، اینکه این گمان خوب باعث میشه که انسان با اون زندگیش بسازه. هر گمانی خودت داشته باشی به خودت و به پروردگار، اصلا میتونه زندگی تو بسازی. و انسان روزش هم شروع میکنه، وقتی که را در احادیث میخونیم که اصبحنا و اصبح الملک، این دعاها همه این دعاهایی است که باعث رجا و امید انسان میشود، نه باعث ناامیدی. بلکه برعکس، اگه انسان با ذکر خدا زندگی نکند، زندگیش تنگ و سخت خواهد شد و باعث ناامیدیش می شود. دکتر، در این میان حالا ما بحث امید رو کردیم و قبل از اون بحث ترس از خدا رو کردیم در برنامه قبل. چه ارتباطی میان این دوتا وجود داره؟ یعنی اینکه آیا انسان باید بیشتر امیدوار باشه، این بهتره، یا اینکه نه باید ترس بر امید غالب باشه؟ این دوتا با هم چه ارتباطی با هم دارن؟ یعنی کدوم یکی مقدمتره، یا اینکه نه باید موازی هم باشن؟ به چه نحوه دکتر؟ شاید در جلسه قبل هم اشاراتی به این موضوع داشتیم که این دو مطلب یا این دو موضوع مثل دو بال پرنده هستن، کردشون باید با هم در یک سطح با یک هم نواخت فعال باشن تا اینکه موفقیت رو در انسان ایجاد بکنن. انسان مجموعه ای هست از قوت و ضعف، در زمینه های توانمند هست و در زمینه های ضعیف هست. برای جبران کردن ضعف باید امید به کار گرفته بشه، برای به کارگیری قوت باید امید وجود داشته باشه، باید امیدها رو برجسته کرد تا فعالیت و حرکت پدید بیاد، و به همین صورت باید ضعف‌ها رو با امید جبران کرد. و در این حال باز همین ضعف‌ها هست که
انسان رو به انحطاط میکشونه، باید بعد هشدار و خوف و تخفیف وجود داشته باشه. در نتیجه این دوتا آمیخته ای هست، نمیشه از هم جدا کرد. یعنی انسان نیاز به هر دو داره، در از یعنی از جهتی باید محرک باشه، از جهتی باید بازدارنده باشه، از جهتی اون چیزی که داره اونو به طرف خودش میکشونه، ولی این کشش یک کشش کاذب و اشتباهی هست. بعد خوف مانع بشه که این ادامه بر این مسیر بده. میخواد یه چهره زیبای یک نامحرم باشه، میخواد یک لقمه حرامی باشه که به نحوی براش مسیر به دست آوردنش فراهم هست، میخواد لذت یک پست و مقامی باشه و امثال اینا. همه اینها به هر حال کشش خاصی در جسم انسان، در غریزه انسان داره که خوف از خدا، خوف از عاقبت، خوف از نهایت هست که مانع میشه از اینکه به این سمت کشیده بشه. بازدارنده هست. و در جهتی دیگه باز فعالیت های مثبت، فعالیت های در دست انسان امکانات هست و این امکانات تا زمانی که باز امیدی در قضیه وجود داشته باشه محرکی نیست که به سمت کار نیک بره. انما نطعمکم لوجه الله، ما نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب این داره از اون چی که یطعمون الطعام علی حبه هست، یعنی با وجود خودش نیاز داره، داره از نیاز خودش ایثار میکنه، بگه دیگران داره میده، چرا این کارو میکنه؟ با لوجه الله نارود میکنم جزاء ولا شکورا، این همش امید هست. در نتیجه این دو موضوع هر دوشون از یعنی دو نیرویی هست که باید همراه با هم، همگام با هم، یک جا وجود داشته باشه تا موجب موفقیت و سعادت و خوشبختی انسان بشه. شما در زمین وظایف شرعی در گونه‌های مختلف وظایف رو جلوی خودتون می‌بینید، می‌شناسید، آگاهی دارید. چه عاملی باعث میشه که شما به این به نفس خودتون غالب بیایید و تکلف به وظیفه شناسی رو پیش بذارید؟ خب طبیعتاً لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنةٌ لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. بازم امید هست، امید به آخرت، امید به الله هست که شما سنت های مختلفی رو دارید. این سنت ها همشون قابل عمل هستن، زیاد دشوار هم نیست، ولی امید به الله، امید به روز آخرت هست که شما رو وادار میکنه که سنت رو رعایت بکنید، مراقبت بکنید و در پی اجلش باشید. یعنی منظورم اینه که این دو موضوع هر دوشون با هم کاملا تنگاتنگ مرتبط هست و از هم جدا نشدنی هست و باید در هر دو خط، همونجوری گفتیم مبشر و نذیر، تبشیر مبشر بودن و نذیر بودن، هر دوشون دو صفت هماهنگ و موازی در سیرت انبیا به شما شمرده میشه. انسان هم باید در هر دوی موضوع رو مد نظر قرار بده تا اینکه در زندگی موفقیت رو به دست بیاره. استاد حسینی، اگر این سوالو اگه بخویم مطرح کنیم که انسان نیکوکاری که امید به اجر و پاداش اخروی داره و به رحمت خداوند امیدواره، در مقابلش انسان گناهکاری داریم که توبه میکنه، به طرف الله باز میگرده از گناهانش و میخواد بالاخره زندگی جدیدی رو شروع بکنه، این هم امیدواره، توبه میکنه، امید به آمرزش خداوند داره. در یعنی تفاوت این دوتا اگه بگیم، آیا امید انسان نیکوکار به اجر و پاداش خداوند به نظر شما ارزش بیشتری داره، یا در حالا شریعت به اون پرداخته شده، یا امید یک انسان گناهکار توبه کننده به آمرزش خداوند، کدومی که از این دوتا ارزش بیشتری داره؟ بله، اینو میشه گفت که هر کدوم در جای خودشه، بنا به موقع هر شخصی میشه اینو گفت، ولی به طور کلی اون چیزی که خدا فرموده، بله، آیات داریم که همونطور که صحبت شد، ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. ایمان آوردند، هجرت کردند، مالشون رها کردند، جهاد کردند، یعنی جانشون هم در راه خدا دادند، اینها امیدوار رحمت خدا هستند. این یک سری یک دسته آیات هست. آیات دیگه هم داریم که کسانی که یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم یخشون التجارة اولئک یرجون تجارة لن تبور. یرجون تجارة لن تبور، امیدوار به رحمت تجارتی هستن که فقط از بین نمیره، در زیانی نیست، تجارت با خدا وقت در زیان نیست. در مقابل آیاتی هم داریم که میگه کسانی که اشتباه کردن و بازگردن
توبه کردن، عمل صالح انجام دادن، اولای که یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئات اونها را به حسنات تبدیل میکنه. یه زمانی میشه که واقعا یه کسی اشتباهی میکنه، مرتکب گناهی میشه، این گناهش اونو وادار میکنه به انجام دادن کارهای خیر بیشتری. امکان داره همین به قولی که از علما گفت که کسی گناه میکنه میره به بهشت و کسی هم کارهای خوب انجام داده میره جهنم. تعجب کردم گفتم چطور؟ گفت اونی که کارهای حسنات انجام داده مغرور میشه، این غرورش عمل اونو باطل میکنه، اما اونی که گناهی کرده این گناهش اینقدر اونو شرمنده کرده در درگاه خدا که مرتب اونو وادار میکنه ترس از اون گناهش به انجام دادن کارهای خیلی زیاد که اونو به بهشت میبره، که سیئاتش رو تبدیل به حسنات میکنه. اون یکی نه، حسناتش تبدیل میشه به سیئات خاطر غرورش، به خاطر غرورش، مغرور شدن به خودش، معجب شدن به خودش که من این کارها رو دارم انجام میدم، منت گذاشتن بر خدا و بر بندگان خدا. پس در حقیقت انسان میتونه در این قضایا از هر جنبه شما نگاه کنید یکی بر دیگری میچربد، اما اصل این است که اونهایی که ایمان و عمل صالح انجام دادند اینها در حقیقت اولویت دارند و ارزش بیشتری دارند. یعنی امید اینها ارجح تره، چیزی که دائما قرآن اینو صحبت میکنه که بحث رجا که میشود همراه با ایمان و عمل صالح هست. درست، این اصل هست. حالا بحث های فردی میاد این که جای خودش، پس اصل اینه که ایمان و عمل صالح کسی انسان انجام بدهد این امیدوار به رحمت خداست. این کسانی هستند که امید است که رحمت خدا شامل اونها شود. چرا حتی در سوره اسراء که میخونیم میگه که و یرجون رحمته، اون کسانی که شما اونها را وسیله از غیر خدا میخونید اینا خودشون دنبال یک راه و وسیله هستن که خود را به خدا برسونن، از عذاب خدا میترسن، و یرجون رحمته، امیدوار رحمت خدا هستن، هم میترسن از خدا و هم امیدوار به رحمت، امیدوار به رحمت خداوند. بله بله دکتر، اگه بخوایم به مصادیق وجود امید در انسان اشاره بکنیم و اینکه چه چیزهایی بیانگر اینه که این انسانی که انسان امیدواره و امید به رحمت خداوند در وجود این انسان وجود داره، چه مصادیقی رو میتونیم بیابیم و به چه موارد اشاره کنیم؟ اگر ما خواسته باشیم این باب رو مختصر باز کنیم، میتونیم بگیم در دو باب یا در دو وجه آثار امید در انسان میتونه ظاهر بشه. بخش اول فعالیت هست. به هر اندازه دامنی امید بالاتر باشه، قوت این انگیزه در درون انسان بیشتر باشه، به همون اندازه فعالیت های مثبت انسان بیشتر میشه. وقتی که قرآن کریم میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، خب اینجا اسوه حسنه رسول الله در یک موضوع، دو موضوع، سه موضوع، ده موضوع، پنج، 20 موضوع نیست، زندگی هست. بله، به هر اندازه این یرجو الله و والیوم الاخر، امید انسان به الله متعال و به پاداش اخروی بیشتر باشه که با ذکر الهی صورت میگیره در ادامه آیه ذکر الله کثیرا، در واقع باب تفسیری هست، موجب میشه ذکر الهی، موجب ایجاد امید به الله میشه. به همون اندازه میبینیم که فرد فعالتر هست، فرد تلاشش بیشتر هست، برعکس اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن، برعکس اون چیزی که خیلی ها میگن که قلب ما پاک هست، خیلی ها میگن که نمیدونم خدا بخشنده و مهربان هست، برعکس این هست. برعکس امید، امید به پروردگار متعال اعمال انسان رو افزایش میده، کثرت خیر و نیکی رو در انسان ایجاد میکنه، باعث افزایش نیکی و خیر، نیکی میشه. و خیر میشه. شما وقتی که تشویق میکنید یک فرد رو، تشویق موجب میشه که افزایش پیدا کنه، اصلا انگیزه میده، انگیزه میده فعالتر بشه. بله، امید در واقع انگیزه عمل رو در انسان پدید میاره، انگیزه اهمال کار رو پدید نمیاره، مسئولیت پذیری رو بیشتر میکنه، نه مسئولیت فرار از مسئولیت رو. درست، این یک بخشش هست. وجه دومی که در قصه امید وجود داره این هست که امید پوشش دهنده ضعف انسانی هست. در زندگی انسان پلیز میخوره میفته زمین، در زندگی انسان راه میشه بنبست، در زندگی انسان خستگی و کوفتگی اون رو از پا در میاره،
در زندگی انسان و چه کسای مختلف در مسیر فعالیتش برخورد میکنه. امید هست که شکستش رو برکت در میاره، امید هست که ضعفش رو جبران میکنه، باعث میشه که دوباره بلند دوباره حرکت بکنه، دوباره بلند بشه، دوباره به فعالیت بیاد، دوباره قوت بگیره، دوباره احیا بشه. بله. این ضعف رو تکمیل میکنه. و بزرگترین نکته از ضعف انسان اینجاست که میگه کل بنی آدم خطا، هر انسانی در خطا میفته، در معرض خطا و اشتباه. سبحان الله، رب ذوالجلال حتی میاد انبیاء خودش رو که مقربترین خلائق بین بشر در درگاه الهی هستن، حتی لغزش های اونا رو هم میاد بس در قرآن سخت میرسونه. چرا؟ آیا این به خاطر پایین آوردن منزلت آدم هست که نعوذ بالله نقد آدم هست علیه السلام، یا نقد نمیدونم حضرت موسی هست، یا نعوذ بالله نقد حضرت محمد صلی الله علیه السلام هست که این لغزش هایی رو به صد میرسونه؟ همشون میخواد یک مطلب رو بگه، همه رو میخواد بری اساس اول ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لکنن من الخاسرین، همون دعای اولی آدم. تا میشه ما در ذهن داشته باشیم هر موقع لغزش کردیم درگاه الهی باز است. بله. یا بنی آدم، یا بی عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بلکه برعکس، ناامیدی بزرگترین گناه است، ناامیدیش شرک است، صفت کافرین هست. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. کافرون. برعکس، دروازه این دروازه رو باز میکنه. و من نکته خیلی مهمی رو میخوام در این میان بگم که ما بحثای فقهی داریم، مثلا در پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث بوده که من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه. اینو بوده در باب گفتن خب دخل قال لا اله الا الله دخل الجنه، خلاص دیگه نیاز به عمل نداره. این حدیث به این صورت نیومده که به من و شما بگه که خلاص شما لا اله الا الله گفتی کارو ول کنی، میگه کافیه دیگه، کافی هست. این حدیث میاد میخواد بگه که ای انسان دعوتگر، اون کسی که زندگیش هم در شرک و کفر بوده، کفر لا اله الا الله رهاش کن، اون در نزد الله متعال دروازش بازه. اون کسی که 13 سال با شما جنگید، بلکه نه 13، 23 سال با شما جنگید، فتح مکه شد، با دروازه رحمت الهی باز است. یعنی اومد توبه کرد داخل جنه، نظام الهی است، دست من شما هم نیست، اون هست که میبخشه. بخشید، بخشید. خیلی اومدن بعد در فتح مکه مسلمان شدن و پیروی از همون سنتی رو کردن که بقیه وسیله اون سعادت رو به دست آوردن. این بس در واقع همین این دو بعد رو به طور مختصر در بحث. تشکر دکتر از حضورتان. استاد حسینی از حضور شما متشکرم. بینندگان عزیز، امیدواریم از الله، خواهانیم که همیشه امید به رحمت خودش را در قلب‌های ما زنده بکنه و اونو تقویت بکنه و رشد بده. و در حقیقت این امید به رحمت الهیه که به زندگی ما معنا میده و حتی سختی‌ها، حتی ناملایمات، حتی مشکلات و هر اون چه که بر سر راه ما بیاد، اگر ما به رحمت الهی امیدوار باشیم و اینکه این سختی‌ها چه بسا باعث آمرزش گناهان ما میشن، چه بسا باعث رفع درجات ما میشن، و چه بسا این که الله در پس این سختی ها و مشکلات نعمت های دیگری را برای ما آماده کرده و نعمت های بهتری را برای ما آماده کرده، این در حقیقت قوی ترین انگیزه برای مؤمنه. و اینو بدونیم که امیدوارترین شخص بر روی کره زمین انسان مؤمنه و هیچ کس خوشبینی و مثبت نگری و امیدی که در وجود انسان مؤمن هست که بر اساس شناخت خداونده رو نداره. از الله متعال خواهانیم که سربلندی دنیا و آخرت را به همه ما عنایت کنه. و صلی الله و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، و الحمد لله رب العالمین.